درود بر همیهنان ارجمند، شاهین نژاد هستم. شادم که در فرصت دیگر همراه دوست ارجمند شهرام آریان در خدمتون هستیم که بحث فرهنگ سازی برای رستگاری ایران رو جستار، فکر کنم بخش نهم این جستار رو پی بگیریم. شهرام گرامی، درود بر شما. درود جان، درود بر همه بیننده. شهرام جان، در بخش های پیشین در 8 نشستی که ما پرداختیم به این موضوع، اهمیت بسترسازی فرهنگی برای رستگاری ایران و برای برون رفتش از این بنبست تاریخی بزرگی که گرفتارش شده و به طور بسیار آشکار هم بهش پرداختیم و فکر کنم جای حاشا هم نیست که بخش بزرگی از این گرفتاری، گرفتاری فرهنگی، گرفتاری فکری و اندیشه‌ای است. از این رو اهمیت بحث فرهنگی و فرهنگسازی و از نو ایرانی شدن یا پوست اندازی و دور یه سری اعتقادات وارداتی و خط کشیدن در حقیقت انگیزه‌ای بود که ما بریم سراغ این جستار. در این 8 نشست گذشته شما با اسلاید هایی که با ما در میون گذاشتی بحثی رو باز کردی شامل 2 بخش، انگیزنده ها و پردازنده ها. چه انگیزشی در انسان باعث کنش فردی یا کنش اجتماعیش میشه و بعد چگونه این پرداخته میشه؟ من خواهش میکنم شهرام جان، برای اینکه فاصله افتاد بین این برنامه و برنامه پیشین، همیشه 3 هفته فاصله هست، یه چند دقیقه ای ما رو با اسلاید ها دوباره ذهنمون رو تازه کن و ما این 2 بخش رو یک بازبینی بکنیم تا برسیم به ادامه بحث. بسیار خوب شانین جان، من تصویر رو نشون بدم. میکنم الان درست باشه، تصویر دیده بشه. بله، من یه میگم بازگویی کوتاه میکنم که دستگاه انگیزنده و پردازنده رو اونچنان که خودت فرمودی، من اینا رو برای ساده سازی فقط به 3 بود بخش بندی کردم و بود یکمش بود که شما بر پایه بود یکمش بود که انگیزش بر بنیاد دریافت و خرد خیش و یا بر بنیاد دستورهای قالبی. این تک تک این بودار من مفصل تا اندازه مفصل توضیح دادم که چجوری از داخل اون متون دینی گوناگون، اون دستگاه فرهنگی ایدئولوژیک گوناگون، اینا چجوری گوناگون جا افتاده میشن. چه آدم یه خورده دراز بود برای بیننده‌های گرامی، ولی باید خب آدم یک مقدار برهان بیاره که اینا اصلا از چه ریشه‌ای برآمدن، یک مقدار باید سند باشه. بود یکم پس آیا کسی بر بنیاد خرد خودش برانگیخته میشه، به سوی کاری کشته میشه، یا بر بنیاد دستورهای قالبی در دین ابراهیمی اینجوریه، اصلا بیشتر در اسلام. در بود دوم شما انگیزش کلن همیشه به سوی پیشرفت و سازندگیه یا به سوی کنش های ساده ارزان فرومایه که گمان میکنی یک کوتاهی، کوتاه زمان یا میان زمان به خود سود فوری میرسونه و روی هم رفته از نظر بود فرهنگی و ایدئالیستیک هم ارزان و فرومایه، یعنی انگیزش های شما ارزان میشه. بود سوم اینی که شما یک کاری رو از برای خود کار انجام میدید، از برای نیکی یا سرشت خود کار، که خب این با اون بود یکم که به خرد بنیادی و رویش اینو به شدت به هم گره دارن، چون وقتی یک کسی بر بنیاد خرد خودش میاندیشه و وجدان خودش، خب کار رو وقتی انجام میده بر بنیاد یه سری برهان ها انجام میده که این نتیجه است که این کار رو باید کرد. یا اینکه شما خردت رو و وجدانت رو از دست دادی و فقط مثل کودکی که کنترل میشه از برای پاداش یا کیفری که بشه، از برای پاداش آسمانی یا هرچی کار انجام. در بخش پردازنده هم که به 3 بود ما ساده سازش کردیم، اونجا هم یه بودی نزدیک هست به بود یکم انگیزنده که مسئله خرد یا قالبی است. شما در بخش پردازش هم دوباره میتونید، حالا گذشته از اینکه به چه راهی انگیخته شدید تو زندگی، کاملا جدا از اون، وقتی به یه کاری میپردازید میتونید دوباره شیوه انجامش رو هم دوباره بر بنیاد خرد خودتون طراحی کنید یا پیوسته بر الگوهای قالبی. این مثلا دوباره در جهان اسلام بسیار بسیار سخت قوی تا به امروز قابل مشاهده است که
افراد از یک قوت طراحی و نوآوری بسیار پایینی برخوردار هستن در کارها، به الگوهای قدیم و قالبی رو میارن. حالا ما به تک تک اینها بعداً میرسیم، چون من امروز میخوام اینا رو پیوست بدم با زندگی روزمره ایرانی ها. در بود دومش این بود که شما خونسردی و خیشتنداری که پیش نیاز اونه که اصلا شما خرد رو به کار بندازید در بخش پردازش کارها حکومت میکنه، یا واکنش های احساسی برای شفته که در مسلمین از کودکی بنیاد ریخته میشه و اصلا رسوم دینیشون، نگاهشون به دگراندیش، اینا همیشه این واکنش های احساسی بسیار لگام گسیخته رو در بر میگیره و به انسان بعد در بزرگ سالی هم انتقال میده. در بود سوم اینه که شما بر بنیاد یک ایدئالیسم دوربرد طراحی میکنی روش پردازش کارها تو. اینم دوباره یه شباهتی داره به اون بودی که بود. بود سومی که شما از برای نیکی خود کار کار میکنی نه در انگیزش، این بخش پردازشیشه که با اون هم خانوادگی داره. دقیقاً این سه بود پردازشی به گونه ای هم خانوادگی دارن با اون سه بود انگیزشی، ولی خب در جنبه پردازش خودشون نشون میدن. شاید اینجا برای اینکه برای هممیهنان یه مقدار جای سوء تفاهم پیش نیاد، در بود سوم پردازش میگوییم که یا بر بنیاد یک ایدئالیسم دوربرده یا بر پایه خودخواهی ارزان. اینجا صحبت از آرمانگرا بودن و یا ارزان فروش بودن و خودخواهی و خودشیفتگی صحبت میشه، به هیچ روی به این معنا نیست که صحبت از ایدئالیسم دوربرد یا آرمان بزرگ میشه، به هیچ روی به این معنا نیست که این عملی نیست یا کاربردی نیست. و من فکر کنم که اینو لازم بوده توضیح بدیم، همینا فکر نکنن الزاماً یه ارزشه که انسان به دنبال چیزی بره که قابل اجرا یا قابل عمل نیست، فقط یه آرزوه، در حالی که در اینجا به طور آشکار مراد از ایدئالیسم دوربرد آرمان‌های بزرگ و با ارزشه که حالا انسان‌های آرمانگرا مطمئناً توی رفتار اجتماعی و فرهنگی و حتی رفتار سیاسیشون بسیار متفاوت عمل میکنن تا کسانی که پرپایه خودخواهی ها و خودشیفتگی ها دست به این اعمال میزنن. این بله با اون برمیگرده که شما وقتی میخوایی یه کاری رو بپردازی، یعنی انگیزشت انجام شدی، حالا میخوای بری در پردازشش بدن، در خود پردازش هم دوباره اینجوری طراحی میکنی که یک شیوه کاری که داری انجام میدی پایدار باشه و از یک سیستم ایدئال و پرفکت و دورنما، یعنی خیلی سفت و سخت، یک آینده کاربردیشو طراحی کنی یا اینکه همش هدفهای کوچک کوتاه مدت و اونم آشفته که خودخواهی ها رو در حقیقت مشروب میکنن دنبال اونا میری و واسه شیوه کارتم آخر سر تماما آشفته است. درست. اینجا ما تو کیفیت کار داریم صحبت میکنیم. حالا این همه ما حوصله بیننده های گرامی رو گرفتیم بر سر شکافتن اینکه اینها در این دین های گوناگون پیش از اسلام پس از اسلام چگونه طراحی میشدن، امروز یعنی چجوری مثلا موجودیت داشتن، چون بگنم فقط اون یه مشت ادعاست این ابعاد. امروز من میخواستم یه سری بزنم به اینکه اینها رو ما در گذار تاریخ ایران چگونه میتونیم پیداشون بکنیم تا به امروز، یعنی ببینید تا به اون حالت ورشکستگی مادی و معنوی که ایران تو این چند صد سال اخیر کاملا دیگه تکمیل شده توش، قبلش هم خیلی بس خراب بود این دوران پس از اسلام، اینا رو دنبال کنیم. من به بخش انگیزش برمیگردم، به بعد یکم انگیزش. انگیزش بر بنیاد دریافت و خرد خود و یا دستورهای قالبی رو کجا میشه اصلا بازیافت در زندگی و در تاریخ ایرانی ها؟ اگر نیازی نیست میتونیم از شعر اسکرین خارج کنیم که با هم دیگه در صحنه باشیم. چشم. بسیار خوب. بله. خب این بود یکم که بود انگیزش بر بنیاد دریافت و خرد خود و یا دستورهای قالبی بود، شما در این میتونید پیدا کنید که پیش از اسلام شما این حس به شما دست میده وقتی متون رو میخونید و فرایند تکاملی اون دولت ها رو میخونید، دستگاه ادالشون رو میخونید، احساس میکنید که در مورد کارها در ایران باستان و تا سه تا چهار سده نخستین اسلامی که
روح ایران باستان زنده بود، یک گرایش خیلی بالای وجود داشت به نوآوری دائمی. البته اون حالا به بخش پردازش برمیگرده بیشتر برای بنیاد خرد، ولی تو بخش انگیزش هم ببینید شما وقتی که انگیزتون دنبال این میره که من چی کارا میخوام بکنم الان تو زندگی، به چه سوی من کشیده میشم، چی کارا میخوام بکنم، وقتی این خرد شما پویاست و دائم کار میکنه، شما راه‌های گوناگونی رو پیوسته پیدا میکنید، با اون هدف فیکس میکنید، میرید دنبالشون و بعد با اون دستگاه پردازشی اینا رو به واقعیت تبدیل میکنید. مثلا شما میبینید که در ایران باستان ایرانی‌ها استاد طراحی دولت‌های گوناگون به شیوه‌های گوناگون بودن که هر بار یه نوآوری بزرگی برای تاریخ بشر بود. مثلا هخامنشی‌ها بدون اینکه قبلش مثلا الگوی مناسبی وجود داشته بوده باشه، میان و یک دولت فراکشوری رو که نیازهای گوناگون اون ملت‌ها رو در نظر بگیره طراحی میکنن و بعد میرن دنبال این دستگاه، در حقیقت میشه گفت طراحی تخیلی که تا موقع وجود نداشت، چون خردشون بهشون حکم میکنه که شما وقتی میخوایی امپراتوری بزرگ رو بگردنی راه درست اینه. قبلش کشورهای دیگه شیوه های بسیار ساده و احمقانه رو دنبال میکنن که معمولا نابود کردن طرف مقابل بود. شیوه های قالبی که از قبل به ارث مونده بود، مثلا گفتن خب قدمای ما هم هر وقتی دشمن شکست میدن از بین میبردن، مثلا آشوری ها بابلی ها، خب ما هم همینجوری ادامه میدیم. مصری ها هم خیلی الگوهای دیگری نداشتن، مثلا موسط اکسپانزیون اصلا نمی کردن، ولی الگوی هم نداشتن. ایرانی ها پیوسته این دستگاه انگیزنده شون که بر پایه خرد کار میکرد، همش میگشت روش های نو پیدا میکرد، آماج های نو، افق های دور و نوین که تالا وجود نداشت، یعنی خداوندگار نوآوری بودن. این نوآوری فقط موقع میسره، نوآوری های دائم، که دستگاه انگیزش شما بر پایه خرد پویا کار کنه. شما بامداد که از خواب بلند میشی، این خرد شما همش کار میکنه که خب من الان به چه کارهایی میتونم بپردازم، زندگی رو برسازم، پیشرفته ترش کنم، کدوم هدف رو برم. وقتی شما قالبی میاندیشی به سان دینای ابراهیمی، از همشون بدتر اسلام، شما اصلا انگیزشت دنبال اون هدف نو اصلا نمیره، حالا بخواد چیزی پیدا کنه یا نکنه. شما بر این باور هستید که یک الگوهای ایدئال دائمی و از بالا تلگراف شده اینا هستن، اینا به وسیله حالا رسول خدا به شما تلگراف شده از سوی الله و اینا دیگه هستن، کامل هم هستن، دائمی هم هستن، اصلا زیاد در موردشون فکر کردن هم شرکه و همین بس دیگه. این همین یک نمونه به چنان شدت و حدتی تمام دستگاه انگیزش درونی شما رو کرخت میکنه در مسائل سازندگی. تنها چیزی که میمونه که فقط مسلمون رو دیگه میتونه برانگیزانه، بعدن مسائل ارزان هستن، مثل مثلا فکر به قارت یا فکر مثلا به بهره کشی جنسی، مثلا از زن و بچه آدم ها شکست خوده، چون دستگاه انگیزندش دیگه پویا کار نمیکنه بر پایه یه خرد جوینده ای افوهای نور خود دور خودش پیدا کنه و بره دنبالشون، میمونه فقط مسائل خیلی 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 ارزان و ساده. بنابراین این بخش دستگاه انگیزنده به شدت سازگاری داره با اون دستگاه، با بُعد دومش که به این میپرداخت که خودم یاد دوباره کنم، که شما به سوی پیشرفت و سازندگی میری یا به سوی کنش‌های فرومایه. یعنی اینکه شما وقتی خردت پویا کار نمی‌کنه، دائم کار نمی‌کنه و هدف‌های و طراحی‌های نوآوری فیکس نمی‌کنه و پیدا نمی‌کنه، قالبی فکر میکنی، کرخت میشی، آخر سر بجز کارهای ارزان و فرومایی هم چیزی برات دیگه نمیمونه. جالبه به نظر میاد شهرام، از همون طلوع اسلام در شبه جزیره عربستان و بعد ورودش به ایران در همون دهه های نخستین اسلامی، این روند تأثیر عملی خودش رو گذاشته. هنگامی که صحبت از کتابخانه هایی میشه که در جندی شاپور یا بعدها در زمان بنی امیه در مناطق آسیای میانه بود و کتاب سوزی هایی که میشه، استدلالی که عمر اونجا میکنه برای از میان بردن این کتاب ها دقیقا برمیگره به نکته که گفتی. میگه این کتاب ها یا بدن که خب باید از میان برن، یا بد نیستن خوبن که هرچقدر خوب باشن کلام خدا که کاملتر و بهتر نیستن، برای بودنشون بی‌معنی است.
چون همه چی از بالا اومده و همه چی بسیار متعالی و مطلق و قالبی بله و قالبی عرضه شده و پذیرفته شده، هیچ انگیزه‌ای برای پویا بودن و داینامیک بودن و جلو رفتن و ساختن و بهتر کردن و بهبودی وجود نداره. در نتیجه این یک سنتی نیست که در ظرف چند سده پس از اسلام نزد مسلمانان به عنوان یه عادت بد جلوه کرده باشه. این کاملا آبشخورش در همون دستگاه فکری است. حالا اگه آدم دنبال اینا بره که چجوری اینا اصلا تو اسلام به این حالت شکل گرفت، اون خودش یک توضیح های علمی خیلی جالب داره که حالا ما رو میبره موقع به یه مسئله دیگه. ما فعلا تو بخش اپلیکیشنش یا کاربردیش هستیم که اینا چجوری بالاخره خوش نشون داد، ولی اصلا چجوری پدید اومد که اصلا اسلام از اول این راه رفت، چی شد که خرد رو کاملا زد و دنبال دستورهای قالبی رفت و اینا، اون خودش مسئله بسیار بسیار جالبیه که بعدا بررسیش میکنیم در یه برنامه های ویژه برای کسایی که این کنجکاوی دارن که ببینن این اصلا چجوری پدید اومد این ایدئولوژی عجب و غریب. ولی حالا ما تو بخش کاربردش هستیم که وقتی سوار میشه بر مغز جامعه اون موقع چیکار میکنه. بله، یکی از نمایان ترین نمونهاش همین سوزوندن کتابا و ایناست و با این برهان بسیار احمقانه که آقا من خودم همه چیز دیگه پیدا کردم، تلگراف شده، قالبا همه یافته شده، شما یک میلیمتر مگه از این قالب بزنید که باید با ساتور بزنید اون پارو قطع کنی، پس بنابراین اصلا لازم بسوزون بره. و هر شک و شبهه‌ای هم اگر وجود داشته که این کارها آیا واقعا انجام شد یا نه، چون در گذار تاریخ که بدن 100 سال گذشت، به ویژه فرنگی ها توی 200 سال اخیر هی خواستن نرمش بکنن چون خودشون توی جامعه پیشرفته افتاده بودن، یه مقدارم با چشم دوستی یا ستایش به اسلام نگاه میکردن چون تو جنگ‌های صلیبی از اونا چیز میز یاد گرفته بودن تو بخش پزشکی و اینا، یه کوشش میکردن بگن نه این نمیتونه مثلا پیام اصلی اسلام بوده باشه و اینا. ولی هر چی شک بود توی قرن 20 با این لابراتوار تاریخی عجب و غریب داعش پراکنده شد رفت. یعنی ما داعشی ها برای ما یک آزمایش تاریخی انجام دادن که ارزشش از نظر تاریخ شناس اصلا غیر قابل پرداخته. چون ما صدها میلیارد دلار هم خرج میکردیم چجوری می‌خواستیم چه آزمایشی رو یا آزمایشگاه انجام بدیم، که افراد اومدن و نشون دادن که شما وقتی انسان‌های رو به اون اسلام نخستین اون رو مغزشون سوار می‌کنین به اون حالت کلاسیک اولیه صدر اسلام برمیگردونی، اینا شیوه برخوردشون با آدمای دور و بر با اندیشه‌های گوناگون چیه، چیکار می‌کنن اصلا، روز به روز چیکار می‌کنن، تا چه اندازه انعطاف میپذیرن، تا چه اندازه مغزشون بر بنیاد خرد کار میکنه، یا این دستورهای قالبی که با یک شدت غیر قابل تصوری کوشش میکنن این قالبا رو به همه زور چپون کنن، من جمله از اول به خودشون درست. و چون حالا دلالی هم داره که چرا اونا اصلا اینجوری میشن، این به این برمیگرده که این مدل سافت ور، این مدل نرم افزار اسلام میره و در جامعه افراد کم هوش و سادیست رو قربال میکنه و رو مغز اونا اینستال میشه که بعدن از راه اوناست که بقیه جامعه رو تصرف میکنه. حالا اینا ما رو میبرن به مدل سازی های پیچیده، ما فعلا تو بخش کاربردی هستیم. بله، این جهان ایران باستان که همش کارش نوآوری دائمی بود، این در 300 سال 350 سال پس از اسلام هم هنوز بازتابش بود. یعنی شما این همه مدارس علمی که زده شد، کتابخونه اینا که 90% رو دانشمندای ایرانی میگردوندن، از خانه فرزانگی بیت الحکمه در بغداد گرفته تا کتابخونه های مهم دیگه، 90% کاربردهای اصلیش ایرانی بودن که اون روح ایران ساسانی تو مغز نوآور اینا بود و اینا کوشش میکردن دانش و فن و اینا رو هنوز ببرن جلو. ولی هر چی ذهن اسلامی بیشتر جا افتاد، ما یه بار اینو توضیح دادیم که اون کسایی که هنوز زرتشتی بودن وقتی مسلمان میشدن، خب خودشون که هنوز ذهن زرتشتی تو مغزشون بود فقط الکی به بیرون یه اشعه خوانده، ولی بچه و نوام هنوز که این پدر و پدر بزرگو دیده بود، هنوز اون مدل تانزه زیادی قدیمی بود با اینکه مکتب اسلامی فرسته. ولی فاصله نسلی که به 4 و 5 و 6 میرسید دیگه کاملا چرخه گوش میشد تو جامعه اسلامی میرسید. و اون انسان دیگه همون انسان رو به قبله درازی بود که ما تا به امروز از جهان اسلام میشناسیم که هیچ گونه انگیزه پویا و نوآور نداره و تنها چیزی که به حرکت درش میاره فقط انگیزه غارت و کارهای جنسیه. این چیز دیگه اصلا طفلی نمیشناسه، اصلا تو مغزش هم نیست به جز دستورهای سنگوار قالبی و نوآوریش تقریبا کرخت میشه به صفر میرسه. گاهی اوقات که فقط بوی غارت یا بهره کشی جنسی یه جا میاد تا یه اندازه خلاقیتش به کار میفته، مثلا تو فکر نیرنگ و شبیخون و اینا میره، بیشتر از اونم عقلش نمیرسه، فقط در حد توانش. تا به امروز جهان اسلام تو همین حد مونده.
تو 300 سال اول البته اینجوری نبود، هنوز اون بازماندی اون ایران باستان بود با اشعدای الکی خونده مغز زرتشتی، اون هنوز اینجوری نبود، اون روزگار 300 سال اول اینجوری نبود. توی بود سوم تو بخش انگیزش ما نام بردیم از برای نیکی سرشت خود کار شما یه کاری میکنی یا از برای پاداشایی که دائم قراره بهت داده بشه، که خب در مورد اسلام روشنه همش این کارهای جنسی و اینا در آسمان ها و چیزای ارزان عجب و غریب که شأن آدمزاد رو میاره پایین. شما یه بار که عادت کردی که تو عمرت فقط بر پایه پاداش از جاده کم بخوری، یعنی ببخشید منظور نه پاداشی که پیامد طبیعی کار کرده خودت باشه، پاداش مثل بازنشستگی آسمانی، چشم داشت، یه پرداختی بر پایه یه انجام دستورهای غالبی، درست، که آخر سر وجدان خودت اونجا تران برآمده از دسترنج خودت نیست، از یه جا قرار واریز بشه به بازنشستگی، درست، و اسمش بذارم بازنشستگی آسمانی. شما تبلور این روحیه رو چند بعدی تو ایران بعد از اسلام ببینی، چند بعدی. اولین اتفاقی که افتاد وقتی که افراد اینجوری پاداشمند پاداشگرا شدند و نه از برای اینکه یه کاری چون درست نمیخوان تو زندگی ببرن جلو، اولین اتفاقی که افتاد این که در تمام امور سازندگی کرخت شدن، چون حال و حوصله دیگه کسی نداشت که یه کار سختی رو از برای خود کار بکنه به امید اینکه جامعه و سیستم جهانی به خاطر اون بره جلو، چون اونجوری فکر میکنه این آدم. اینا کارشون فقط شد چرت که انداختن که با چقدر نماز و چقدر آدم کشی من تو اون جهان چقدر به من حوری میدن روسبی میدن از این حرفا، یعنی تو این سطح فکرشون اومد پایین و اینا عادت کردن به بازنشستگی خوردن، به رانت خوردن. شما تبلور یک به یک این رو بعد از جمهوری اسلامی در دستگاه رانتی جمهوری اسلامی هنوز میبینید کاملا بگفتنیم. و جالب شهرام جان که توی 1000 سال گذشته یک نشانه ای که چقدر این فرایند ساخت و ساز و تولید و بهینه سازی متوقف بوده و به صفر رسیده بوده این است که الان شما تصور بکنید که یه تعداد توریست خارجی بیان ایران بخوان جاهای دیدنی ایران دیدن کنن. حالا از طبیعت که بگذاریم که کوه و جنگل و دریاست، از اون که بگذاریم، شما غیر از یه دوره کوتاه شاه عباس که اصفهان رو کرده پایتخت و چند تا بنای آبرومند در اصفهان ساخته، اونم احتمالاً برای حفظ آبرو جلوی سفیران اروپایی اون هنگام، تو این 1000 سال از 1000 سال پیش تا همین دوره پهلوی اخیر شما واقعاً بنایی تو ایران نمیبینی، سازه‌ای نمیبینی که بتوانی به عنوان یه چیزی که قابل ارائه باشه نشون بدی، هیچی نیست. حتی 4 تا بارگاهی هم که درست شده، بارگاه یعنی حافظی و سعدی و توس و اینا، اینا هم همین دوره پهلوی است. این 1000 سال کرختی تأثیر شد دست کم ما در ساخت و ساز داریم میبینیم و اثرش هنوز هم هست. افراد حال و حوصله کارهای استخون خورد کنه نیک سرشت دوربرد ندارن، درست. اینا فقط دنبال اون رانت آسمانی هن. حالا اگه تو این جهانم یه رانتی جای بود میرن میخورن. دلیل این که اصلا مغز مسلمون این اندازه رو غارت و رو رانت تمرکز یافته اینه که اون حال و حوصله کار دور برد و نیک سرش تو از دست داده، اصلا نداره، نمیشناسه. این فقط میگه آقا من قراره یه سری کارهای ساده مثل نماز و روزه و سر بردن انجام بدم، بعدا من میرم اون جهان، اون جهانم به من قراره عسل و شیر و کارهای جنسی بدن. یعنی پاداشش هم اینقدر سطح پایینه که این ذهن اصلا تمام تخیل بهزیستی رو از دست میده. درست. یه آدم تمام بدبختی از توش میاد بیرون که اصلا از جاش دیگه نمیتونه تکون بخوره. تنها چیزی که فقط انگیزش رو برانگیخته میکنه، یهو درش یه پویایی پدید میاره، فقط امکان غارت و بهره‌کشی جنسیه. واسه مثلا داعشیه میبینی که نه یهو مثلا پویا شده، به جنب و جوش افتاده، مثلا چیکار کنیم بریم شب اون یزیدیه رو مثلا بکشیم، بچه‌هاشو بدوزیم، بهش تجاوز کنیم. اینو میفهمه مسلمان، ولی بیشتر از این نمیفهمه. یعنی اینکه اصلا درک اینو نمیکنه که آقا یه کار استخون خورد کنه دور برد معناش چیه. حالا در فضای شیعه این از روح اون دستگاه وقف و اینا که بازمانده اون نگاه ساسانیه، این فرق داره با فضای سنی، فرق داره. من چندین و چند بار
عرض کردم که شما جهان شیعه رو نمیتونی با جهان سنی، اصلا یه چیز دیگه است، مثلا در نگاه دقیق اصلا شاخه‌ای از اسلام هم به زور اصلا میشه فرشته مردش. ولی حالا بعدم ما برنامه‌ای ویژه خواهیم داشت که اشاراتی هم کردیم چرا شیعه با وجود اینکه یه الهاماتی از روزگار قدیم برده. بله صداد یکم افت کرد، فکر کنم دست خورد به گویانت. صداد یکم الان چطوره؟ اول بهتر بود. اوکی الان چطوره؟ صدا میاد ولی ضعیفه. میدونم تکونی خود اتفاقی افتاد چون صدا خیلی عالی بود و رسا بود. احتمالاً اینترنتی یک دست کن. بله بفرمایید. حالا فکر کنم درست شد. خب حالا این دستگاه انگیزنده که اون نیکی یا سرشت خود کار رو دیگه نمیشناسه، بلکه فقط تمرین داده شده روی این بازنشستگی آسمانی، عرض کردم انسان رو از نظر پویایی چنان کرخت میکنه که هر گونه امکانات پیدایش سیستم‌های دوربرد و صنعتی توش غیر ممکن میشه. خیلی جالبه، چیزی شبیه این در جهان کاتولیک هم وجود داشت و دلیل عقب ماندگیشون از پروتستانت ها همین یا همین شد. صدای من میاد شاهین جان؟ بله بله. بسیار خوب. من میرم سراغ دستگاه پردازنده بخش یکم، خرد سنجنده یا همون الگوهای غالبی که اینو تو بخش انگیزش هم داشتیم. تو بخش انگیزش من گفتم به این برمیگشت اون شخص تا چه اندازه میره دنبال طرحهای نو، یعنی دلش هی برانگیخته میشه به دنبال طرحهای نو خرد بنیاد. و اون یکی چون همش غالبی فکر میکنه اصلا به حمد الله مغزش کار نمیکنه، نشستمش رو به قبله درازه. در بخش پردازش با انگیزش فرق کنه. بخش پردازش میتونه اینجوری باشه که یک کسی ممکنه حتی در بخش انگیزش انگیزه های دوربرد داشته باشه، ولی بخش پردازشش اگر فاسد شده باشه جدا از اون یه آسیبای دیگه میرسونه. تو بخش پردازش اینی که شما خرد بنیاد کار کنی یا غالبی، این کلن به کارآمدی کار شما برمیگرده. یعنی اینکه شما مثلا تصمیم گرفتی میخوای یه کاری بکنی، حالا اگر حتی اگه مسلمان شیعه هم هستی، مثلا زمان صفویا به دستور میدن که مثلا تو این یه سری پل و راه و اینا بساز، یه کار مفیدی هم میخوای بکنی، مثلا شاه عباس به دستور داد یه چهار تا کار مفیدم تو زندگی بالاخره بکنی. ولی حالا موضوع کارآمدیه که این انگیزه رو به تو دادن، مثلا یه مقرری اساسی هم برای تعیین کرده، تو مثلا نهایت انگیزه رو داری که این کارو بکنی، ولی با چه کارآمدی میشینی بخشا رو طراحی میکنی، بند به بند رو طراحی میکنی، با چه کارآمدی خودت رو به مشکلات تطبیق میدی. این بخش پردازنده است که شما بر بنیاد خرد کار میکنی یا بر بنیاد الگوی غالبی. شما وقتی یه عمر به دستگاه‌های غالبی عادت کرده باشی، بر پایه اون دین و آیین و همینجوری ها، حتی اگه یه کار مفیدم استثناا تو زندگی میخوای بکنی، چون غالبی همش میخوای طراحیش کنی، آخر سر 190 ناکام میمونه. یه کارایی میکنی، مثلا یه روشایی که مثلا بهت یاد دادن، مثلا یه بخشی که کاری تو بنای بهت یاد دادن، یه کاری تو پل سازی طراحی، اینا بیشتر از اون مثلا حوصله نداری نوآوری بکنی چون ذهنت کرخت شده. درست. حالا شاه عباس میره به جای تو ایرونی، یه مستشار فرنگی رو برمی‌داره میاره. حالا فرنگی اون موقع فاصله‌شون با ما اینقدر بعدن که زیاد شد نبود، ولی بود بعد عمر بیشتر هم شد. میره یه فرنگی رو برمی‌داره میاره، به همون امکانات مالی رو میده و همون دستور رو میده. به شما میبینی که با همون سرمایه که به تو برداشت، اون فرنگی 10 برابر تو کارآمدی پیدا کرده. فرنگی با یه پویایی وسط راه به هر مشکلی که خورده طراحی کرده، یه راه حل بسامان برش برسگالیده. ولی تو که تمام مدت به کرختی و قالبی بودن و کار قالبی دینی و اینام عادت کرده بودی، اصلا حال عذره نداشتی خودتو تطبیق بدی، اون پوله رو بخش بزرگ میشه حیف و میل میکنی، چون با روش های کلاسیک میخوان کار انجام بدی، 90 درصد پول اصلا میسوزه میره. اون فرنگی با همون پول میره اونجا معجزه انجام میده. شما این وضع رو قبل از اسلام ایرانی ها استاد اون معجزه با سرمایه برابر بودن. درست. با سرمایه برابر ایرانی ها به مراتب کارآمدیشون از همسایه های فرنگیشون رومی ها و از چینی ها بالاتر بود. اینو در سنجش های اقتصادی میشه نشون داد که تو سرمایه گذاری هایی که میکردن برای مثلا کانال های آبی که میزدن، شهرهای نو که تأسیس میکردن، کارهایی که میکردن، چه بازدهی سترگی داشت. یعنی اینقدر که طراحی رو مو به مو پا
پر از نوآوری طراحی میکردن و تطبیق میدادن به اون مشکلی که روبروشون بود. یه سنجشیش هم جان روی تولید فرآورده‌های کشاورزی در خوزستان شده بود، حدود تقریبا جنوب غربی کشور که میشه خوزستان کنونی، در زمان انوشیروان با توجه به همین حفظ و نگهداری کانال‌های آب و بهره‌برداری بهینه از آب، حالا زهکشی‌ها، کانال‌کشی‌ها و در حقیقت آبیاری هوشمندانه، میزان برداشت فرآورده کشاورزی اون زمان 1500 سال پیش 3 تا 4 برابر اواخر قرن 20 در ایران بوده، تو همون منطقه خوزستان. با توجه به اینکه ماشین‌آلات الان هست، تکنولوژی هست، آزمایشگاه مکانیک خاک هست، تولید زمان انوشیروان 3 تا 4 برابر بوده از نظر حجم تولید. و این نشون میده همچنان که گفتی چقدر با امکاناتی که داشتن میگشتن، میکاویدن و روش بهتر رو پیدا میکردن برای افسایش. افسایشی که حالا در قالب واژه سپندهایی کم کم بار مقدس هم تو فرهنگ ایران پیدا میکنه، از بس اهمیت داده میشده به افسایش تولید، به سازندگی، به آبادگری. خواهش میکنم بفرم. این بود یکم پردازش بود که حالا یک کسی میخواد یه کار مفید حالا تو زندگی بکنه، ولی بس که قالبی فکر میکنه سرمایه ها و امکانات رو بسیار نابهینه ازشون بهره برداری میکنه، 90% میسوزه میره. شما این رو دوباره به کامل ترین حالت در همین جمهوری اسلامی میبینید. شما هر پولی که بریزید برای انجام یک کاری، خب 80% که به حمدالله به عنوان رانت دزدیده میشه، بقیهش هم چنان ناکارآمد به کار میره که اصلا خود اون کارا اصلا انجام نمیشه. و وقتی میری با افراد صحبت میکنی که چی شد آقا این کار چرا انجام نشد، شروع میکنن دب و گری و زاری، ولی ذات کار آخرین بوده که اصلا حال و حوصله انجام درست کار داشتن، چون دستگاه انگیزشی اصلا نبود. و تو پردازشش هم اینقدر قالبی و سطح پایین و بدون طراحی نو کار میکردن که اصلا همون توانایی سوخت رفت. در بخش مثلا دوم، در بعد دوم پردازشی که بود که شما بر پایه خونسردی و خویشتنداری میپردازی به طراحی و کارا یا هی پیوسته واکنش‌های احساسی، ولو این بخشی که مثلا لازم نیست توضیح بدم، هر کسی که تو ایران یه مدتی زیسته و بعد تو فرنگ اروپای شمالی هم یه مدت زیسته، یعنی چنان فرق فاحشی در خونسردی و یه نگاه خویشتندار و آرام و طراح فرنگی‌های اروپای شمالی و ایرانی‌ها می‌بینه که اصلا دیگه لازم نیست هیچ توضیح فراتر ازش برات منتفیه، به ویژه اگر که این شخص یک مسافرتی هم بکنه به کشورهای عربی. اون موقع میبینه که همون اندازه که فرقی که میون ایرانیه و اروپای شمالی وجود داره، همون اندازه هم دوباره به پایین با عربه وجود داره، یعنی شاید حتی بیشتر. که شما دقیقا متوجه میشی که سرآغاز این از کجا بوده. یک سری کارشناس آلمانی رفته بودن عراق بررسی هنگام این حملات آدمکشی های داعش و اینا، و بعد من با یکیشون صحبت میکردم، گفتم خب فلانی مالا چی تو چشمت میزد اصلا بیشتر اینا، چی برات جالب بود؟ من چون ایزدی ها رو که خودم به اون صورت بررسی نکرده بودم، باشون کار نداشتم. گفتش که من تو مناطق ایزدی که میرفتم که حالا داعش ها حمله نکرده بودن، تو شهرهاشون در روستاهاشون دو سه تا چیز خیلی شگفت آور دیدم، شهرام که من دلش درک نمیکنم، تو برام توضیح بده. این ایزدی ها آدمایی هستن که برخلاف مسلمان ها، همون کردها، حتی کردهای مسلمان منطقه که بخوشن خب قرن نزدیکتر باشن، عربا که چیز دیگری است، اینا نسبتاً زیاد خشمگین نمیشن تو واکنش های روحیشون و فحش جنسی نمیشناسن. اون میگفتش که خب چیزی که برای من جالب بود اینه که مثلا با کردها که صحبت میکردم، خب هر 4-5 جمله یک بار مثلا یه دشنام جنسی چاشنی سخنشون بود، مثل همه مسلمان ها تو ایران هم اینجوریه، ایران هم جوکای جنسی و فحشای جنسی چاشنی هر گونه گفتاریه. و میگفت این هر 4-5 جمله یه فحش یا یه دشنام یا یه جوک جنسی در اعراب به حمدالله یه چیزی حدود 3 تا در جمله است. یعنی این که با جنون پهلو میزنه، اینجوری میگه اون آلمانی، میگفت با جنون پهلو میزنه. و میگفت من دقیقا میدم که خب این کرد مسلمونه، اون یه حالت اینترمدیته، اون یکی یزیدی، اون حالت کلاسیک بوده قبل از اینکه ایرونیا با مسلمان‌ها قاطی بشن.
این حالت کلاسیکشون، حالا دلیلش نمیدونم فرهنگی ژنتیکی ما اینو میذاریم کنار، ولی به عنوان فکت این قابل مشاهده است. یعنی هر کسی که میخواد اینو کنترل کنه فقط کافی یه دونه تیاره بلیط بگیره بره شمال عراق، اول بره مناطق عرب نشین نگاه کنه، بعد بره مناطق کرد مسلمان رو نگاه کنه، و بعد به این روستاها و شهرهایی که از یزید یا ایزدی مونده بره اونا رو با هم صحبت کنه. من مطمئنم که همین حالاتو میبینه، چون من اونایشون رو که با آلمان اومده بودم دیدم. اینو میتونستم تایید کنم، این مسائلی که این شخص میگفت اون از نزدیک خیلی نزدیکتر بود. و این حالات، حالا پرسش اینجا میمونه که این حالات لگام گسیخه عجیب و غریب، خب تو این مسلمونا از چی واسه چی احساساتشون به این حالت عجیب و غریب فوران میکنه؟ ولی خب این یه چیز شناخته شده که ما تو ایران میشناسیم، که شما با مسلمونی که واقعا باورمند باشه کلا در مورد بیشتر مسائلی که میخوای صحبت کنی ربطی به دینش هم نداره. میتونه یه مسئله اقتصادی باشه، میتونه یه مسئله خیلی پیش پا افتاده خانوادگی باشه، خیلی کار زود به دعوا و اینا میرسه، ممکن حتی به سیتیز و درگیری تن به تن، مثلا یه سیکی چوپوچ. به دینش که اگه ارتباط پیدا کنه که ممکنه خیلی زود کار به تیغ و تیر بکشه، و شما اصلا متوجه نمیشه که این خشم اصلا چجوری پدید اومد، اصلا از کجا اومد. یعنی یک چیز غیر قابل کنترل مثل آتش فشان لگام گسیخته است. و حالا اینم میشه دوباره بررسی زیاد کرد که این چجوری این دینه این سیستم رو در حالت روحی انسان پدید میاره. دین مسیحیت هم تو اوایلش اینجوری بود، این دینای ابراهیمی به حمدالله این گرایش رو دارن که خرد رو ضعیف میکنن، فقط احساسات بی ربط رو قوی میکنن در ذهن. ولی مال اسلام دیگه به عرش اعلی رفت، یعنی به حالات غیر عادی رسونده این رو که موجودی که از توش میاد بیرون کوچکترین کنترلی دیگه بر اعصاب خودش نداره. شما اینو دوباره گریدیشن یا درجاتش رو میبینید. مثلا خب شما در شمال فرنگ میبینید اون افراد نشستن آرام دارن با هم صحبت میکنن، تو پارلمان ایران نگاه میکنی میبینی مثلا هر چند روز یه باری یه فوشی دشنامی چیزی مثلا نماینده ها به هم دیگه میدن، البته دست به یقه نمیشن. پارلمان های عربو که نگاه میکنی میبینی با صندلی دارن بسر هم دیگه میکوبن و میخوان هم دیگه رو بکشن. یعنی شما این درجه بندی رو میبینی که ایرانی ها یه چیزی هستن، یه آمیخته ای از اون چیزی که قبل از اسلام بوده، شبیه فرنگی ها بودن، و بعدن با این اسلام که قاطی شدن یه چیز میانه اون وسط شدن. اون اصلش اون عربای مسلمونن که حالت نابش اونجا میشه پژوهش کرد. به همین دلیل هم هست که وقتی که صحبت از این حرکت های تند و احساسی و جنون آمیز همراه با خشم و با نفرت و خرد ستیزانه رو میبینیم، از نظر آماری هم نگاه کنیم تو این کشور مسلمان الان ببینیم ده‌ها حرکت چریکی و مسلحانه و تروریستی و نظامی هست، از بنیادگرای سنیش بگیرید تا بنیادگرای شیعه، از اندونزی و فیلیپین نمیدونم جنبش مورو اینا بگیرید تا اون ور مراکش پولیساریو و نمیدونم جنبش صحرا اینا. وقتی نگاه میکنیم با تمام سازمانهای اسلامی که این سالها ایجاد شده، نمیدونم حالا القاعده و داعش و بوکو حرام و همه اینا که کنارم میذارید، شما مقایسه میکنید، خب مشکلات اقتصادی مشکلات سیاسی همه جای جهان هست، تو امریکای جنوبی هم هست، جاهای دیگه هم هست، تو اروپای شرقی هم بوده. یه همچین حجمی از تعداد سازمان‌های اسلحه به دست آدمکش، چه از نظر کمی، از نظر تعداد سازمان، چه از نظر کسانی که این سازمان‌ها رو پشتیبانی می‌کنن و چریکشون میشن، اصلا بی همتاست در جهان. و این احتمالاً برمیگرده به همون مطلبی که گفتی، اینکه در سرشت خودش این نگاه، این آیین ترویج می‌کنه حرکت‌های انفجاری، حرکت‌های بیخردانه، حرکت‌های جنون‌آمیز، خشم ناگهانی، خنده ناگهانی، و طبیعتاً شما بین اینا خیلی بهتر می‌تونید یارگیری کنید تو آدم‌هایی که خیلی سخت می‌تونن رو به هیجان بیارید. حالا ما امروز داریم فقط توی مشاهده می‌کنیم که چجوری خوش نشون میده. پیدایش اینا که ما یه مقدار تو برنامه پیشین بهش پرداختیم و خیلی بیشتر میشه پرداخت، اون باز خیلی جالبه وقتی کسی بپرسه خب چجوری پدید میاد. من یه جا اشاره کردم که خب یه دینی که خودش با افتخار برمیگرده میگه یزدان من یا خدای من، یزدان نمیشه بهش گفت، این خداوند یا این رئیس من، این از خشم میخواد تو رو بگیره خفه کنه وقتی که از این دستوراشو انجام نمیدی، میگیره تو رو میبره شکنجه میکنه، تیکه تیکه میکنه، میسوزونه. خب این چه پیامی میخواد به اون آدم باور من بده؟ مگه یزدانم مگه خشم داره آخه؟ مگه
میره لات سر کوچه است آخه. خب یعنی یزدان هم یعنی بر اعصاب خودش کنترل نداره. یکی از تک کلام های همین دینای ابراهیمی از اول این بود که آقا از خشم خدا بترسید. منم عرض کردم که ایرونی های شکست خورده همش خندهشون میگرفت اول یا گریهشون، این چجور یزدانی؟ مگه یزدانی با خشم ما داریم؟ یزدانی که بخواد انتقام بگیره، حتی در دین ابراهیمی از واژه انتقام خداوند هم نام برده میشه. یعنی مثل یه آدم لات دیوانه که میخواد از تو انتقام بگیره، میخواد تو رو شکنجه کنه. خب شما وقتی که با این طرح از کودکی بزرگ میشید، دو سه تا اتفاق میفته. یکی این که خودت اصلا کلا خب لگامت میگسله، چون تو تمام الگوهای مغزت میزه به هم. ولی یه اتفاق جالب دوباره میفته که من عرض کردم چند دقیقه پیش. ببین در هر جامعه ای ما بخش بندی داریم، افراد باهوش هستن، افراد کم هوش هستن، افراد خونسرد هستن، افراد خونگرم هستن و از اینا آمیزه ای هست. و شما وقتی یه سافت وری میاری و ارائه میکنی به مردم این جامعه، اون بخشی از جامعه یه گرایش های ژنتیکی داره که سازگاری داره با این نرم افزار، دلش به سوی اون رو بوده میشه، میره اون کاره میشه. دین زرتشتی یا آیین زرتشتی انگار که اینو ساخته بودن واسه آدم های باهوش خونسرد سازنده پرمنش. یعنی اون قشری از جامعه که هوش مادرزادیش از همه بالاتر بود، خونسرد بود، پرمنش بود، آرام بود، سازنده بود، این به سوی این دین کشیده می شد، به وسیله این دین سازماندهی می شد، سیطرش رو بر جامعه ایجاد می کرد و بقیه افراد جامعه هم که شاید ساده دل بودن، بزن بهادر بودن، بیخیال بودن، اونا رو هم آرایش می داد و با خودش به زور می کشید که اونا هم یه سازندگی از خودشون نشون بدن. در دینای ابراهیمی میان روی سخنشون رو به افراد فرومایه، فرودست، کمهوش، سادیستی با اونا باز میکنن که در اسلام به اونا میگن مستضعفین. یعنی هر کسی که تو زندگی عقلش کم بوده و جایی به جایی نتونسته برسه چون عقل کم بوده، اینا دلخواه اسلامه. خودش هم طفلی از اول میگه، میگه آقا من فقط با این شکست خورده و بدبخت بیچاره و بیعقلا فقط از اینا خوشم میاد. و اینا رو خب وقتی جمع میکنه همش بهشون اعتماد داده، به نفس کاذب میده، میگه آقا تو درست عقلت کمه ولی خداوند تو رو دوست داره. خب اینم میگه که خب پس لازم نیست بی خودم دیگه فشاری هم تو زندگی بیارم و خب چی کار بکنم رسول خدا؟ اونم میگه مدار نماز و جهاد و اینا بس دیگه. یعنی این افراد به سوی اون کشیده میشن و دینای ابراهیمی برخلاف دینای ایرانی جامعه رو نه از قشرهای بالا تصرف میکنن بلکه از قشر پایین تصرف میکنن. یعنی وقتی زرتشت میخواسته که دینش جا بیفته، میره اول با شاه کشور سخن میگه با گشتاسپ و گناه و مهتران اینا رو متقاعد میکنه، بعد اینا همه با هم میگن آره این مثل که دین خیلی منطقیه، حالا تو پیام اسطوره‌ای که ازش مونده، واقعی که ما خبر نشده. ولی خیلی جالبه باز داستان اسطوره‌ای هم که میمونه اون روند ایدئال اون دین رو نشون میده. کاملا این نکته جالبی هم که اینجا هست شرح این است که آن صفاتی که در اسلام باعث جوش و خروش افراد میشه، اونها رو به هیجانات بیمورد میاره، اونها رو میرانه که اعمال خردستیزانه انجام بدن، حالا خشم هست، آز هست، نیاز هست، عدم سازندگی یا همون بسیار تنبلی و کاهلی و کرختی ذهن و خوابالودگی، اینها جالبه تو متون پهلوی، متونی که آبشخور زرتشتی دارن، هر کدوم به صورت یه دیو تصویر شدن. دیو خشمه، دیو خوابالودگی است، دیو تنبلی. آز و نیاز همینطور به دیو تشبیه شده. یعنی اینها همه تو اردوگاه اهریمن هست. خیلی جالب نشون میده چقدر نگاه متفاوت نیست، متضاده، مثل آب و آتیشه. کاملا مثل ایرانیا هنوز چه مهتر چه کهتر، به ویژه مهترانشون اونجا آبروزی بیشتره، اصلا نمیدونن هنوز چه کلاهی سرشون رفته تو تاریخ. کاملا اگر میدونستن شب خوابشون نمیبرد، چون به حمدالله بیشترشون توی این مسائل تاریخی بی سواد و بی علاقه هستن، شب با خیلی راحت میخوابن. اگه میدونستن که چه بلایی تو چه ابعادی سرشون اومده، خیلی هاشون نیاز به روانپزشک پیدا میکردن. کاملا ما بگذاریم، کاملا درست، ما که بخیل نیستیم. ما الان تقریبا وقتمون به پایان رسیده و هنوز سخن در این باره خیلی باقی است. اصلا به جای گرم این جستار رسیدیم که در هفته‌های آینده پی میگیریم. من و شما پیش از خداحافظی یادآوری بکنیم به همیهنان که
از سوی جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی آن روزهایی که در حقیقت سال روز نبرد قادسیه بوده که می شود حدود آبان ماه ما یا ماه نوامبر میلادی که دقیقتر هم خدمتون خواهیم گفت، برحال قراره که مراسمی برگزار بشه چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی به یاد ایرانیانی که جان خود رو از دست دادن، نسل‌کشی ایرانیان و در حقیقت فرهنگ‌کشی که تا الان 14 ساله به طول کشیده. در این باره در نشست‌های آینده بیشتر مطالب باتون در میون میذاریم، ولی یک کلیپ کوتاه هست که در این باره ساخته شده، الان پس از برنامه اون کلیپ پخش میشه. خواهش میکنیم که بهش توجه کنید، توجه به آنچه که در قادسیه به ما رفت به نظر من یک فریضه ملی میهنیست، برای اینکه اثرش تا همین امروز باقی است. برای ما فقط یه نقطه در تاریخ نیست، بلکه یک تغییر مسیر نسل‌های متفاوت و مختلفی از ایرانیانه که امروز روز هم هنوز میبینیم که باش گریبانگیر ماست و گرفتارش. شهرام گرامی بسیار سپاسگزارم از همراهی و حضورت. فکر میکنم باز در فرصت دیگه دو یا سه هفته دیگه این بحث رو پی بگیریم. ممنونم. بدرود همگنان و تا دیدار بعد.